با نام و یاد خدا، با سلام و احترام، سعادتمندم در خدمتتون هستم با یکی از آموزش‌های فرادرس به نام آموزش الگوریتم بهینه‌سازی ملخ یا Grasshopper Optimization Algorithm یا به طور اختصار GOA. آموزشی که در خدمتتون هستم شامل دو بخش اصلی است، بخش تئوری و عملی. بخش تئوری در قسمت اول مفاهیم پایه بهینه‌سازی بیان میشه، در قسمت دوم تئوری الگوریتم ملخ بیان میشه و در قسمت عملی پیاده سازی الگوریتم ملخ رو در محیط نرم افزار مطلب خواهیم داشت و همینطور یک حالت مقایسه‌ای با الگوریتم PSO که یک الگوریتم مشابه الگوریتم GOA هست رو خواهیم داشت به روی چندین بنچمارک مهم تو این زمینه و در قسمت پایانی الگوریتم در واقع عملی میپردازیم به اپتیمایز کردن هایپر پارامترهای الگوریتم طبقه بند SVM که الگوریتم طبقه بند SVM یک یا بیشتر پارامتر بهینه‌سازی داره که میتونیم اون پارامترها رو با استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی اپتیمایز کنیم که اینجا با استفاده از الگوریتم ملخ میپردازیم به اپتیمایز کردن کلاسیفایر SVM. فهرست مطالبی که در این بخش خدمتون ارائه میشه یک مفهومی از الگوریتم های فراابتکاری یا بیشتر به خود واژه متاهیوریستیک میپردازیم. ویژگی های الگوریتم های فراابتکاری رو در خدمتون هستم. هوش ازدهامی یا سوارم اینتلیجنس، تاریخچه بهینه سازی هوشمند، انواع مسائل بهینه سازی و مقایسه عملکردی الگوریتم های بهینه سازی. واژه متاهیوریستیک تشکیل شده از دو تا بخش، متا و هیوریستیک. واژه اصلی اینجا هیوریستیکه که به معنی ابتکار ما میشناسیم. ابتکار در واقع به معنی کشف کردن به واسطه سعی و خطا است. بخوام یک مقدار واضح تر این مسئله رو بگم، حالا چون در مورد داریم الگوریتم های فرا ابتکاری برای مسائل بهینه سازی صحبت میکنیم که غالبا اینها از طبیعت الهام میگیرن. به این خاطر من مثال رو به این شکل میگم که شما فرض کنید یک پدیده ای رو، یک رابطه ای رو، یک رفتاری رو در طبیعت مشاهده می کنید و پی به اون رابطه می برید، پی به اون رفتار می برید و یک چیزی رو کشف می کنید، یک رابطه رو، یک رفتار رو شما کشف می کنید. ابتکار در این حیطه یعنی دقیقا همین، یک هیوریستیک به کار برده می شه اینجا. حالا متا یک واژه‌ایه که شاید به خودی خود معنی نداشته باشه، ولی وقتی متا هیوریستیک که پشت هیوریستیک قرار میگیره یعنی یک سطح بالاتر از هیوریستیک. فرا متا به معنی یک سطح بالاتر. حالا اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه استفاده از اون کشف انجام شده، اون تجربه به دست اومده از حالا طبیعت رو ازش به کار بگیریم، استفاده بکنیم برای حل یک پرابلم، حل یک مسئله. مسئله‌ای که اینجا ما می‌خوایم با استفاده از این کشف جدید استفاده بکنیم، در واقع مسئله‌ای که می‌خوایم اینجا حل بکنیم، پرابلم مورد نظر ما اپتیمیزیشن هست، بهینه‌سازی. پس ما یک پدیده، یک رفتار را از طبیعت الهام میگیریم، کشف میکنیم، تجربهش رو به دست میاریم و از اون استفاده میکنیم. این استفاده کردن از یک کشف اولیه برای حل یک پرابلم یعنی چی؟ یعنی متا، یعنی فراتر از یک سطح بالاتر از اون هیوریستیک اولیه. به خاطر همین این کاربردی که ما مینامیم فرا ابتکاری از اینجا نشأت گرفته میشه که یک هیوریستیکی رو ما کشف میکنیم و میایم از اون هیوریستیک کشف شده استفاده میکنیم، یک گام میریم بالاتر برای حل یک پرابلم خاص که اینجا پرابلم ما بهینه سازی است. ویژگی های الگوریتم های فرا ابتکاری، نزدیک شدن به جواب بهینه در فضای جستجو با مدیریت کردن فرایند جستجو. تقریبا میشه گفت که اون ویژگی اصلی الگوریتم های بهینه سازی همین جمله است، نزدیک شدن به جواب بهینه در فضای جستجو با مدیریت کردن درست فرایند جستجو. این شما فرض کنید که یک فضای جستجو مثلا اند در اند و میخواهید که برسید به جواب بهینه و شما مثلا ان بزرگ تا راه حل ممکن دارید تا برسید به جواب بهینه. هدف این نیست که ما بیایم تمام راه حل‌های ممکن رو
بررسی بکنیم تا و در نهایت بگیم که خب این بهترین جوابه. خب این هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ محاسباتی برای ما مقرون به صرفه نیست که تمام راحل های ممکن در فضای جستجو رو بیایم بررسی بکنیم و بعد برسیم و بعد بگیم که خب حالا جواب بهینه این مقدار هست یا این سلوشن ما اینه. هدف اینه که ما با کمترین بررسی راحل های ممکن برسیم به جواب بهینه. این کار الگوریتم های فرابتکاری است که به ما این امکان رو بدن که با کمترین بررسی برسیم به جواب بهینه. نه یعنی همه راحل های موجود رو بررسی بکنیم، خب این کار ارزشمندی نیست. کار ارزشمند اینه که مثلا اگه شما 10,000 تا راحل دارین، با چک کردن 100 تا راحل برسین به جواب بهینه. این ارزشمنده. با چک کردن کمترین مقدار مثلا 50 تا 10 تا برسین به جواب بهینه. هر چی کمتر بهتر، هم سریعتر به جواب میرسه، هم در این حال پردازش کمتری اتفاق میفته، هزینه بار محاسباتی میاد پایین. پس این که میگیم الگوریتم های فرا ابتکاری، فلسفه شون اینه که مدیریت صحیحی داشته باشن برای جستجو کردن و مخصوص حل یک مسئله خاص نیستند. یعنی چی؟ یعنی اینکه الگوریتم های فرا ابتکاری به مسئله وابسته نیستن. شما هر پرابلمی رو که دارین در قالب یک هزینه تابع فیتنس بیان بکنید، این الگوریتم برای شما میاد و جواب بهینه رو نه قطعی ولی نزدیک به جواب قطعی برای شما اگر زمان کافی بهش بدین به دست میاره. پس وابسته به مسئله خاص نیستن و همینطور روش های غیر قطعی هستن. این به چه منظور گفته میشه؟ اگر مسئله ما یک جواب قطعی فیکس داشته باشه، مثلا تابع x2 جوابش x مساوی 0، f(x) هم مساوی 0، صفر مطلق، ولی این الگوریتم ها، حالا x2 مثال ساده ایه، ممکنه برسه، ولی این الگوریتم ها به صورت کلی برای تمام مسائل نزدیک به جواب قطعی میشن، نه خود جواب قطعی. حالا گاهن برای یک مسئله مثلا مثل x2 شاید به جواب بهینه، واقعا مسئله خیلی ساده ای هست، ولی نزدیک جواب بهینه میشن در حالت کلی. پس روش های غیر قطعی هستند، بیشتر برای مسائلی مناسب هستند که حل بسته ندارند. مثلا همون fx مساوی x2 که گفتم میخوایم مینیمم سازیش رو به دست بیاریم، مقدار مینیمم رو به دست بیاریم، کافیه، چون مشتق پذیر تابع دیگه، کافیه مشتق بگیریم، f پریم x مساوی است با 2x، مساوی 0 قرارش میدیم، x مساوی 0 میشه نقطه بهینه و f هم میشه مقدار بهینه که هر دو 0 هست. وقتی همچین راه حل ساده ای داره، ما نمیایم هزینه کنیم و از الگوریتم های فرا ابتکاری استفاده کنیم برای حل چنین مسئله ای. این مسئله حل بسته داره، به صورت ریاضیوار قابل حله و هم سریعتر به جواب میرسه و هم جواب قطعی میده. وقتی مسئله ای حل بسته داشته باشه، یعنی جوابش قطعیه و ما الگوریتمی که به کار میبریم ویژگیش اینه که ما رو به جواب غیر قطعی میرسونن، یعنی ممکنه که هیچ وقت به جواب قطعی نرسیم با این روی کرد. بنابراین برای مسائلی مناسب هستن که حل بسته ندارن، مثلا یک سری مسائلی که واقعا نمیشنن مشتق پذیره، به هیچ صراطی مستقیم نیست، مسئله کاملا غیر خطی، مسئله کاملا پیچیده، از این رو میایم این مسئله رو در قالب یک تابع هزینه یا تابع فیتنس بیان میکنیم و میایم با استفاده از این الگوریتم ها اون پرابلم رو حل میکنیم. حالا ویژگی های دیگه ای هم موجود هست، ولی من سعی کردم که به صورت اون ویژگی هایی که برجسته هستن و مهم هستن رو اینجا بهشون اشاره بکنم. مفهوم دیگه ای داریم توی قالب الگوریتم های فرا ابتکاری، مفهوم هوش ازدهامی یا سوارم اینتلیجنس هست. الگوریتم هایی هستند که هوش ازدهامی توشون موجود نیست، ولی باز هم بهشون میگیم فرا ابتکاری، مثلا مثل الگوریتم SA Simulated Annealing. اونجا مثلا فقط از یک ایندیویژوال استفاده میشه و ایندیویژوال هی بهبود داده میشه تا برسه به جواب بهینه. گروهی از ایندیویژوال ها، یعنی جمعیتی وجود نداره. معمولا میشه گفت اون الگوریتم هایی که پاپولیشن بیسد هستند از این هوش ازدهامی برخوردارن،
و خب هوش ازدهامی یک سری ویژگی هایی داره که قدرتمند میکنه گاهن الگوریتم رو. بخوایم حالا تعریفی بکنیم، نوعی روش هوش مصنوعی است که استوار رفتارهای گروهی، واژه گروهی، رفتارهای گروهی در سامانه های نامتمرکز و خودسازمانده بنیان شده. این سامانه ها معمولا از جمعیتی از عامل های ساده تشکیل شدن. عامل های ساده ای که به تنهایی شاید کارایی لازم رو نداشته باشن. عامل هایی که حتی ممکنه با تعداد اندکی هم کارایی نداشته باشن. ولی زمانی که عامل های ساده از تعداد بسیار زیادی تشکیل میشن و کنار هم قرار میگیرن و به طور محلی با یکدیگر و با پیرامون خود در تعامل هستند، اون وقت میتونن کارهای به مراتب بزرگتر و ارزشمندی را انجام بدن. اینجاست که این مفهوم هوش ازدهامی شکل میگیره با ارتباط و تعامل این عامل های ساده ای که به تنهایی کارایی ندارند و معمولا هیچ کنترل سازمان یافته ای روی چگونگی رفتار عامل ها وجود ندارد، ولی تعامل های محلی آنها به پیدایش رفتاری عمومی می انجامد. از این سامانه های خود سازمان یافته در طبیعت هم میتونیم مشاهده بکنیم. گروه مورچه ها مثلا در این شکل، عامل ساده مثلا میشه مورچه اینجا. اون عامل ساده اگر فرضاً یک مورچه بود هیچ وقت نمیتونست از اینجا عبور کنه. حتی اگر 10 تا مورچه هم بود باز هم نمیتونستن از اینجا. این قرار گرفتن تعداد زیادی از مورچه ها کنار هم و با هم دیگه ارتباط و همکاری داشتن باعث شده که مثلا یک پل ارتباطی اینجا برقرار کنن و عبور کنن از اینجا. و همینطور دسته پرندگان رو داریم، دسته ماهی ها رو داریم، گروه زنبور ها رو داریم و گروه ملخ ها که بحث اصلی آموزش ما هم به گروه ملخ ها و الگوریتم ملخ است. هوش ازدهامی کاربردهای متنوعی داره، از جمله بهینه‌سازی که به مراتب در بهینه‌سازی از اینها استفاده میشه، بحث مسیریابی هست، برای پزشکی استفاده میشه، برای زبانبندی استفاده میشه و همینطور روباتیک که این شکلی هم که اینجا مشاهده میکنیم مربوط به یک سری روباتیک عاملهای ایجنتهای ساده روباتیکی است که کنار هم قرار گرفتن. این عاملها شاید به خودی خود به تنهایی هیچ کارایی نداشته باشن، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن و با هم دیگه ارتباط پیدا میکنن اون وقت میتونن که کارهای بزرگی رو انجام بدن. مثلا فرض کنید یک جسم سنگین رو میخوان جابجا کنن، شاید یکی یا چند تا از اینها نتونه اون جسم رو برای ما جابجا بکنه و کارایی داشته باشن، ولی وقتی تعدادشون از یه حدی که بیشتر میشه اون وقت میتونن هر جسمی رو به راحتی جابجا بکنن. میپردازیم به تاریخچه بهینه‌سازی هوشمند، الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند. محور افقی بیان کننده سال ارائه شده الگوریتم و این هم اختصار اون الگوریتم مورد نظر، مثلا GA Genetic Algorithm، SA Simulated Annealing، TS Taboo Search، PSO Particle Swarm Optimization، Differential Evolution، SFLA. و محور عمودی بیان کننده تعداد ارجاهای تقریبی است، تعداد ارجاهایی که به مقاله بیس اشاره کردند. مثلا در مورد الگوریتم ژنتیک این عدد نزدیک به 82 هزار تا است. پس این یه حالت تقریبی است. همین که اون عددی که ارجاع داده میشه به اون مقاله تقریبی است، چون ممکنه یکی یا دو تا مقاله دیگه هم مشابه داشته باشن که ارجاع تقسیم بندی میشن، تقسیم میشن و عدد درستی نیست. به خاطر همین من از واژه تقریبی استفاده کردم. و قبل از این که حالا مقایسه ای رو انجام بدم به یک نکته بگم که این که سال 1970 ارائه شده با این که 1983 ارائه شده خیلی از این حیث قابل مقایسه نیستن. شاید این الگوریتم هم اگه 1970 ارائه می شد شاید به همین قدر ارجاع می داشت. ولی از این حیث که مثلا اینجا الگوریتم PSO با این حال که از اینها جلوتر، یعنی جدیدتر از این الگوریتم ها، مثلا این 4 تا الگوریتم هست، ولی تعداد ارجاعایی که به این الگوریتم شده از اینها بیشتره. پس الگوریتم PSO این نشون میده که یک چیزی تو دلش وجود داره، یک الگوریتم با کارایی بالاست که تونسته مورد توجه قرار بگیره و ازش بیشتر استفاده بشه. پس از این حیث قابل بررسی است. و فقط یک نکته دیگه هم که بگم، چون
تعداد ارجاها اسکیلاشون خیلی متفاوت بود. من مجبور شدم این دوتا شکل بیارم. مثلا SFLA رو اینجا دقت بکنید که اسکیل کوچیکی داره و در اسلاید بعد این اسکیل همون اسکیل مونتا یه مقدار بزرگتر کردم تا بقیه رو بتونم به راحتی نشون بدم، چون همه اینا اسکیلاشون تقریبا تو یک رنج هست. ولی مثلا ABC این به این شکل نیست که در این اسلاید از PSO بالاتر هست، چون اسکیلا رو باید اونا رو بیاین کوچیک‌تر بکنین، از همه اونا تقریبا میاد پایین. حالا بیشتر توضیح میدم. الگوریتم ها پس به این شکل ارائه شدن از سال 1970 تا سال 2017 که الگوریتم ملخ است. تقریبا همه الگوریتم های مهم و مورد توجهی که تو این تقریبا 50 سال ارائه شدن رو من اینجا لیست وار آوردم و همینطور از لحاظ ارجاعی که به اون الگوریتم ها شده. میبینیم که الگوریتم های قدرتمندی هم از مثلا سال 2000 به بعد، مثلا حالا 2009 الگوریتم کوکو سرچ رو داریم که الگوریتم خیلی قدرتمندی هست، الگوریتم خفاش رو داریم، الگوریتم گرگ خاکستری رو داریم، الگوریتم وار رو داریم و همینطور که الگوریتم ملخ هم که ویژگی های منحصر به فردی داره و الگوریتم جدیدتری هست نسبت به تمامی این الگوریتم ها. و در این اسلاید هم من اشاره دقیق تری کردم به اون مقدار ارجاعی که شده. مثلا GA 82 هزار تا تقریبا تعداد ارجاع شده و سال 1970 هم ارائه شده. و مثلا الگوریتم ABC که سال 2000 بند در اسلاید دوم این شکل ها بود 4000 تا فقط ارجاع داشته. این ABC 4000 تا و الگوریتم ژنتیک مثلا 82 هزار تا ارجاع داشته. پس این اسکیل رو توجه بکنید. و همه اسما به صورت دقیق با سال ارائهشون با تعداد ارجایی که تو این تاریخ، حالا ممکنه تو تاریخهایی که حالا از این به بعد باشه این ارجاها طبیعتاً عوض خواهند شد. و الگوریتم سی که الگوریتم نهایی ماست، که الگوریتمی که آموزش ما توی هولوش این الگوریتم. میپردازیم به انواع مسائل بهینه‌سازی. یکی از بخش‌های مهمی که ما باید بهش توجه زیادی بکنیم بحث این که چه مسئله ای رو ما میخواییم بهینه سازیش رو انجام بدیم. اون مسئله ما هیتش باید مشخص بشه برای ما درک درستی از اون پرابلم داشته باشیم. به طور کلی مسائلی که من توی حوزه بهینه سازی دیدم به سه بخش اصلی است. اولین باینری، مسائل باینری. ببینید مسئله ای که اون چیزی که مسئله ما رو تعیین میکنه که از نوع مثلا باینری باشه یا گسسته باشه یا پیوسته باشه متغیر تصمیمه. متغیر تصمیم در مسئله باینری یا صفر یا یکه، یعنی دوتا انتخاب بیشتر اینجا، یا صفر یا یک. متغیر تصمیم هست که مسئله ما رو تعیین میکنه. ایکس ما که متغیر تصمیم باشه یا صفر میتونه باشه یا یک در مسائل باینری، مثل انتخاب ویژگی یا فیچر سلکشن. اگر مثلا در حوزه الگوریتم ژنتیک نگاه کنیم، این یک کروموزومه که تشکیل شده از مثلا 6 تا ژن. حالا برای مسائل انتخاب ویژگی این یعنی 6 تا ویژگی داریم. صفر به تعبیر این هست که اون ویژگی انتخاب نشده، یک به تعبیر این هست که اون ویژگی انتخاب شد. مسئله بعدی موزه مسائل گسسته هست. متغیرهای تصمیم اعداد طبیعی هستند. من به این خاطر که غالب مسائلی که دیدم از اعداد طبیعی جزء متغیرهای تصمیم استفاده کردن، این رو عضو N گذاشتم. ولی وقتی داریم از واژه گسسته استفاده می‌کنیم، یعنی اینکه اعداد صحیح، پس این صحیحش اینی که از زد باشه، یعنی منفی ها هم و صفر رو هم شامل بشه. ولی من چون مسائل زیادی دیدم تو این زمینه که فقط از طبیعی استفاده کرده بودن، این رو N اینجا آوردم. مثل مسئله فروشنده دورگرد که یک مسئله معروفی هست، یا به اختصار TSP. مسئله فروشنده دورگرد به این شکل هست که مثلا ما N تا شهر داریم، مثل اینجا مثلا 6 تا شهر داریم. یک فرد میخواد از تمامی این شهرها عبور کنه و از هر شهرم فقط یک بار عبور کنه، به طوری که هدف ما از این مسئله اینه که مسافت کمتری رو طی بکنیم با این شرایط، از همه شهرها عبور کنه و فقط از هر شهر هم یک بار عبور کنه با هدف کمترین مسافت طی شده. حالا این که توالی شهرها رو ما به چه شکلی به دست بیاریم، این توالی شهرهاست که اون هدف ما کمترین مسافت رو تعیین میکنن که چقدره، بعد هدف اینه که برسیم به کمترین مسافت. و
مسائل پیوسته رو داریم، پس سه تا حوزه اصلی، باینری، گسسته و پیوسته. در واقع این دوتای قبلی تو دل این پیوسته موجود هستن، یعنی این دوتا به یک شکلی تو دل خود پیوسته هستن، ولی چون خودشون به تنهایی مسائل متنوعی رو در خودشون جای میدن و اهمیت زیادی دارن، به این شکل جدا میشن. و متغیرهای تصمیم در حوزه پیوسته اعداد حقیقی هن. ایکس ما عضو آر هست. دیگه همه اعداد طبیعی رو میتونه داشته باشه متغیرهای تصمیم ما. مثل تنظیم پارامترهای کنترلر پی آی دی، مثلا کنترلر پی آی دی سه تا پارامتر تنظیم داره. کی آی، کی پی و کی دی، که اینها باید مقادیر بهینش مشخص باشه. و این کی ها میتونن اعداد پیوسته را به خودشون اختصاص بدن. مثلا تعریف ما اون متغیر تصمیم ما مثلا 3 و 1 14 مثلا منهای 2 و نیم و به این شکل مثلا تعریف میشه. یا تنظیم پارامترهای کلاسیفایر SVM. خود الگوریتم SVM یک یا دو تا پارامتر تنظیم داره که اونها هم متغیرهای تصمیم ما اون پارامترهای تنظیم عضو اعداد حقیقی میتونن باشن. منتها مثلا از یک مقدار مثبت نزدیک به 0 تا مثلا 1000 رنجشون، ولی اعداد حقیقی تو این رنج. و حوزه دیگه‌ای که حالا من یک حالت ترکیبی از این ستا رو اینجا بیان میکنم که میتونن مسائلی هستن که حتی میتونه هر ستا با هم تو یک در واقع پرابلم تعریف بشن یا دو به دو با هم تعریف بشن. حالا مثالی که من اینجا میارم ترکیب پیوسته و باینری. مثلا این انتخاب ویژگی رو میخوایم با تنظیم پارامترهای طبقه بند SVM با هم انجام بدیم. اینجاست که میایم اندیویژوال فردمون رو به این شکل تعریف میکنیم. در مورد الگوریتم ملخ این میشه ملخ. یک ملخ چندین ویژگی داره که حالا این ویژگی ها. این دوتای اول مثلا برای انتخاب ویژگی که باینری تعریف شده و این ستای بعدی مثلا برای تنظیم پارامترهای SVM که عضو اعداد حقیقی هسته. اینا پیوسته، اینا باینری. پس حالتهای ترکیبی هم وجود داره. حالا ممکنه که یک سری مسائل دیگه ای هم غیر از اینا مطرح بشه. حتما وجود داره، ولی به راحتی میشه مسائل رو باز هم تبدیل کرد به همین سه حالت و یا ترکیبی. مقایسه عملکردی الگوریتما. ببینید من اول کار یک جمله بگم، اینکه بعضی وقتا ما میگیم الگوریتم GA از الگوریتم های دیگه بهتر است. این بهتری اینجوری نیست که ما بتونیم به صورت قطعی بگیم الگوریتم GA از بقیه الگوریتم ها بهتر است. پس این جمله به خودی خود صحیح نیست، مگر اینکه بگیم الگوریتم مثلا ژنتیک در حوزه مسائل باینری از ما بقیه الگوریتم ها بهتره. این جمله رو شاید بشه گفت و این رم بر اساس باید بیایم تست بکنیم رو چند تا بنچمارک تو حوزه باینری بعد به همچین ادعایی بکنیم. یا مثلا میشه گفت که الگوریتم PSO تو حوزه مسائل پیوسته بهتر از الگوریتم های دیگه عمل میکنه، ولی اینجوری نیست که ما بگیم مثلا الگوریتم X از بقیه الگوریتم ها بهتره. این جمله صحیحی نیست. الگوریتم X از بقیه الگوریتم ها توی این پرابلم خاص از بقیه بهتر است. اینجوری میشه گفت. اونم باید تست بکنیم آیا واقعا بهتر است یا خیر. حالا اینجا من تو این شکل محور افقی انواع مسائل، یعنی حوزه مسائل بهینه‌سازی، باینری، گسسته، پیوسته و یا ترکیبی یا غیر، و عمودی هم میزان عمل کردش رو تو هر کدوم از این حوزه. مثلا شکل الگوریتم A رو داریم که یک الگوریتمیه که تقریبا تو تمام این مسائل، انواع مسائل بهینه‌سازی، یک میزان عمل کردی داره و الگوریتم ممکن الگوریتم خوبی هم باشه. و الگوریتم B میبینیم که تو این قسمت از مسائل بهینه‌سازی اصلا کارایی نداره که ما بخوایم حالت مقایسی حتی داشته باشیم. و در این حوزه از مسائل ممکنه الگوریتم B اینجا مسائل باینری باشه، این الگوریتم ژنتیک باشه. الگوریتم ژنتیک برای مسائل باینری ممکن از بقیه الگوریتم ها بهتر جواب بده، چون الگوریتمیه که ذاتاً و ابتدای کار به صورت باینری ارائه شد، بعد نسخه های دیگش ارائه شدن. و همینطور الگوریتم دی رو داریم که برای این حوزه از مسائل از بقیه الگوریتم ها میبینیم بهتره. و الگوریتم سی رو داریم که مثلا این حوزه از بقیه بهتره. و همچنین الگوریتم ای رو داریم که تو این حوزه از بقیه بهتره. الان میبینیم که الگوریتم ای هم حتی تو یک بازه از مسائل بهینه‌سازی از بقیه الگوریتم ها
بهتر عمل میکنه. اینجا الگوریتمی نبود که از این بهتر باشه. میبینیم که میزان عمل کردی تو این حوزه از مسائل بهینه‌سازی، الگوریتم A از بقیه الگوریتم ها داره بهتر عمل میکنه، ولی مثلا الگوریتم D تو این حوزه از بقیه بهتر عمل میکنه. و مثلا اینجا اصلا جوابی برای این پرابلم ها، این مسائل بهینه‌سازی نداره. پس حرف خلاصه این قسمت اینه که ما وقتی داریم دو تا الگوریتم رو با هم مقایسه میکنیم، باید پرابلمش رو هم عنوان بکنیم. مسئله این الگوریتم از الگوریتم دیگه بهتره تو این پرابلم به این دلیل. پس اینجوری نباشه که ما بگیم مثلا ما دنبال فلان الگوریتم. اگرم مثلا میخواین یک پرابلمی رو حل بکنید دنبال یک الگوریتم خوب هستین، باید بیاین ببینید که پرابلم شما دقیقا تو کدوم حیطه است. پرابلمتون رو برای خودتون تجزیه تحلیل بکنید، بعد برید دنبال یک الگوریتم که بخواین الگوریتم رو انتخاب کنید برای حل اون پرابلم خاص خودتون. در این بخش میپردازیم به تئوری الگوریتم ملخ از مجموعه آموزشی الگوریتم بهینه‌سازی ملخ به صورت تئوری و عملی در مطلب. فهرست مطالبی که در خدمتتون هستم در این بخش مقدمی است از بهینه‌سازی و خود الگوریتم ملخ به دو تا از خاصیت‌های مهم الگوریتم‌های فرابتکاری به نام اکتشاف و استخراج اشاره می‌کنم. بررسی رشد و نحوه تکامل ملخ‌ها رو داریم، مدل سازی رفتار و حرکت ملخ‌ها، اصلاح مدل سازی پایه و ارائه مدل سازی نهایی و بررسی پارامتر C در الگوریتم ملخ و در نهایت هم فلوچارت الگوریتم ملخ رو ارائه خواهیم. بهینه‌سازی رو از چندین دیدگاه میشه تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول و در واقع دیدگاه اصلی اینه که از دیدگاه پارامتریک و ساختاری تقسیم بندیشون کنیم. من یه مثال اینجا خدمتتون ارائه میدم، یک مثال مداری. شما فرض کنید که یک مدار دارید که از چندین خازن و سلف و مقاومت تشکیل شد. اینکه بخواید مقادیر خاص مثلا یک مقاومت رو بخواید آپتیمایز بکنید با توجه به اینکه یک پرفورمنس خاصی هم مد نظرتون هست، با توجه به اون پرفورمنس میخواین حالا مینیمم بکنید یا اون رو ماکسیمایز بکنید. خب معمولا وقتی واژه پرفورمنس میگیم یعنی داریم ماکسیمایزیشن انجام میدیم. برای اینکه عملکرد سیستمتون رو ببرین بالا نیاز دارین یک سری از پارامترهای این مدار رو آپتیمایز بکنید، مثل اینکه مقدار خاص یک مقاومت چقدر باشه، مقدار خاص یک سلف چقدر باشه و یا حالا پارامترهای دیگه. این که بخوایم چنین پارامترهایی رو توی این سیستم آپتیمایز بکنیم این میشه پارامتریک. ولی زمانی هست که شما مثلا روی تعداد خازن‌ها، این که چند تا خازن در مدار استفاده بکنید، چند تا مقاومت در مدار استفاده بکنید، چند تا سلف استفاده بکنید و جاشون کجا باشه در مدار که شما به اون پرفورمنس خاصی که مد نظرتون هست برسید، این در واقع آپتیمایز کردن چیه؟ ساختاریه. آپتیمایز کردن ساختاری گاهن به مراتب سخت‌تر از آپتیمایز کردن پارامتریک است. مثلا الگوریتم ژنتیک، الگوریتم PSO و امثال اینا الگوریتم هایی هستن که مبتنی بر پارامتریک کار میکنن. یک سری پارامترها رو تو دل سیستم برای ما آپتیمایزیشن میکنن. ولی برای ساختاری الگوریتم مثل الگوریتم GP یا ژنتیک پروگرامینگ رو داریم که میپردازه به بهینه‌سازی ساختاری. از دیدگاه دیگه ای هم میتونیم این بهینه‌سازی رو تقسیم بندی بکنیم، اینکه بهینه‌سازی ما مقید هست یا نامقید، بهینه‌سازی ما مهدب هست یا غیر مهدب، آیا تک هدف است، چند هدف است، بسیار هدف است. من یه مقدار کوچولو هم در مورد این صحبت بکنم. الگوریتم‌های تک هدفه یا سینگل ابجکتیو اصطلاحاً همین الگوریتم‌هایی هستن که ما در موردشون صحبت می‌کنیم. الگوریتم مثل PSO، مثل ژنتیک، مثل الگوریتم خفاش، مثل الگوریتم فاخته، مثل الگوریتم وال یا نهنگ یا همین الگوریتم ملخ، اینا الگوریتم هایی هستن که تک هدفن، یعنی یک ابجکتیو رو میان برای ما بهینه‌سازی میکنن. و ولی مسائلی داریم که اهدافشون ابجکتیواش بیشتر از یکیست، دو یا سه تا ابجکتیو مثلا داریم. شما فرض کنید قصد خرید یک ماشین رو دارید، میخواین که یک ماشین رو خریداری بکنید. در نگاه اول اینی که میخواین ارزون ترین ماشین رو خریداری بکنید، هدفتون مینیمم بودن قیمت ماشینه. خب این میشه چی؟ یک هدف. شما دارین دنبال یک ماشینی میگردین با کمترین قیمت، هدفتون این. و یا یک زمان دیگه هدفتون اینی که مثلا ایمن ترین ماشین رو پیدا بکنید، از لحاظ ایمنی مد نظرتونه، فقط میخواین ایمن باشه. اون وقت میرین مثلا از این دیدگاه ماشین ها رو با هم دیگه مقایسه میکنید.
اینا تک هدفن، ولی زمانی هست که شما میخواین هم مثلا ماشینتون ایمن باشه و هم ارزون قیمت باشه، حالا چه ماشینی مثلا به شما ارائه میشه، اون بهترین ماشین برای شما چیه؟ این میشه اپتیمایزیشن از نوع چند هدفه. و وقتی هم اهداف تو مقالات به صورت استاندارد وقتی که میگیم که اهداف از 3 تا بیشتر میشه، اونا رو مینامن بسیار هدفه. حالا چی میشه که این تقسیم بندی انجام میشه؟ اون مسئله اصلی که پشت قضیه است بحث سلکشن است، انتخاب کردن. وقتی ما یک هدف داریم میگیم این قیمت ماشین مثلا 10 تومنه، قیمت یک ماشین دیگه مثلا 20 تومنه، خب اونی که قیمت ماشین 10 تومنه طبیعتا از اون یکی دیگه بهتره دی، وقتی دنبال ارزون ترین قیمتیم به راحتی مثلا انتخاب میکنیم این سولوشن رو از بین اون سولوشن. ولی زمانی که شما مثلا دنبال ایمن بودنین و دنبال ارزون بودن، دو تا آپشن دارین دیگه. حالا یک ماشینی هست مثلا قیمتش 10 تومنه، ایمنیش کمتره، یک ماشین دیگه ایمنیش بیشتره ولی قیمتش بیشتره باز از اون طرف، حالا کدوم ماشین رو میخواین انتخاب بکنید؟ یکم اینجا انتخاب کردن سخت‌تر میشه. و حالا تصور کنین که این اهداف مثلا 50 تا هدف داشته باشین توی یک پرابلمی، حالا چجوری میخواین یک سولوشن رو از یک سولوشن دیگه انتخاب بکنید، بگین مثلا این سولوشن بهتر از اون یکی دیگه است؟ این بحث سلکشن هست که وقتی اهداف میره بالاتر انتخاب کردن سخت میشه و باعث میشه که ما باید رویکردهای خاصی رو به الگوریتم ها اضافه بکنیم تا الگوریتم ها بتونن مثلا برای بحث این سلکشن قابلیت لازم رو داشته باشه. و حالا تقسیم بندی های دیگه هم هست که فعلا همین تقسیم بندی های مهمی که مطرح هستن رو من خدمتتون ارائه. الگوریتم بهینه سازی ملخ یا گراسهوپر اپتیمیزیشن الگوریتم یا به طور اختصار GOA که ما در ادامه این آموزش الگوریتم ملخ مینامیم به صورت خلاصه. الگوریتم ملخ در سال 2017 توسط آقای میرجلیلی و همکارانشون ارائه گردید. یک روش بهینه‌سازی فراابتکاری یا متاهیوریستیکه که از رفتار گروهی ملخ‌ها الهام گرفته. ما در فصل قبل در مورد متاهیوریستیک صحبت کردیم. گفتیم که کشف اولیه انجام میشه بر اساس حالا سعی و خطا یا تجربه. این کشف اولیه بعد این در واقع میشه یه هیوریستیک. از این کشف اولیه اگه بیایم برای حل یک مسئله خاصی استفاده بکنیم میشه متاهیوریستیک. یک گام فراتر از اون هیوریستیک اولیه. در واقع از اون هیوریستیک داریم استفاده میکنیم برای حل یک پرابلم. خب خودش این یک سطح بالاتر. به خاطر همین میگیم متاهیوریستیک. اینجا هم اون کاری که انجام میشه در مورد الگوریتم ملخ، داریم از رفتار گروهی ملخ ها الهام میگیریم. رفتار گروهی ملخ ها یک رفتار خاصی دارن، از این پدیده الهام میگیریم. این میشه چی؟ هیوریستیک ما. و داریم از این استفاده میکنیم برای حل مسئله بهینه‌سازی. این میشه متاهیوریستیک. است یک روش بهینه‌سازی فراابتکار در دسته الگوریتم های هوش ازدهامی و مبتنی بر جمعیت یا پاپولیشن بیسد قرار دارن. الگوریتمی که چون در گروه ملخ ها رو در نظر میگیره پس مبتنی بر جمعیت هست، یا از ارتباط برقرار کردن بین ملخ ها داره استفاده میکنه. پس داریم میگیم که هوش ازدهامی هم داخل این الگوریتم مطرحه. ملخ ها جز دسته حشرات محسوب میشن. به دلیل صدمه زدن به محصولات کشاورزی به عنوان آفت شناخته میشن، یک آفت کشاورزی محسوب میشه. ملخ ها هم به صورت فردی و هم گروهی دیده میشن. گروه ملخ ها جز یکی از بزرگترین گروه ها در بین حشرات محسوب میشن. گروه ملخ ها شامل میلیون ها ملخ که در مسیر حرکت خود تقریبا تمام پوشش گیاهی رو از بین میبرن. در چندین اسلاید و اسلاید روبرو میخوام بپردازم به دو تا از خاصیت ها یا ویژگی های مهم الگوریتم های فراابتکاری. به دلیل اینکه من در آموزش های دیگه هم ندیدم به اون صورت که به این مسئله خاص با تمرکز بیشتری بپردازن، من اینجا با یک مقدار تمرکز بیشتری میپردازم به الگوریتم این دوتا خاصیت، چون واقعا اون پیکربندی اصلی هر الگوریتم فراابتکاری با استفاده از این تعامل این دوتا ویژگی کنار همدیگه شکل میگیره. یک ویژگی اول که اکسپلوریشن هست، اکسپلوریشن به معنی اکتشاف یا کشف جدید، و اکسپلویتیشن رو داریم به معنی استخراج و یا بهره برداری. این که ما در یک الگوریتمی بتونیم به درستی از این دو استفاده بکنیم، یعنی تعامل درستی داشته باشیم بین اکتشاف و استخراج، اون الگوریتم برای خودش الگوریتم منحصر به فردی خواهد شد. هر چقدر ما بتونیم
از این دوتا خاصیت به بهترین شکل کنار هم دیگه استفاده بکنیم، قطعا الگوریتم ما الگوریتم توانمندی خواهد. حالا بحث اکسپلوریشن برای ما تنوع رو حفظ میکنه، چون دنبال چیه؟ دنبال کشف های جدید. هی مثلا دوست داره که برسه به جاهای جدیدتر که تا حالا بررسی نشده. برای ما یک درک کلی از فضای جستجو رو برمیگردونه. برای همین مناسبه برای اجراهای ابتدایی. از طرفی استخراج کردن به صورت لوکال جستجو رو، همونطور که اسمش هم استخراج کردن، یک محل خاص رو به بهترین شکل برای ما استخراج میکنه. بنابراین اگر یک الگوریتمی اکسپلوریشن تنها داشته باشه، یعنی فقط دنبال کشف جدید باشه، اون الگوریتم تبدیل میشه به یک الگوریتم جستجوی تصادفی، رندوم سرچ، که ممکنه هیچ وقت به جواب نرسه. تا نزدیکی های جواب خیلی میره، ولی چون حرکت بعدیش حرکت هدفمندی نیست و تصادفی است و به این علت باز دوباره از هدف دور میشه و ممکنه که هیچ وقت به جواب نرسه. پس اکسپلوریشن تنها در یک الگوریتم به تنهایی کارایی نداره اگر فقط به تنهایی از مفهوم اکتشاف استفاده بکنه. در کنار این، اگر در یک الگوریتمی فقط از اکسپلویتیشن استفاده بکنیم، یعنی فقط دنبال استخراج کردن باشیم، در این حالت الگوریتم ما بسیار وابسته میشه با نقطه شروع. اگر از نقطه شروع درستی شروع به کار بکنه، اون وقت میرسونه ما رو به جواب. در غیر این صورت به جواب بهینه یا جواب سراسری هیچ وقت نخواهد رسید. پس در الگوریتمی که فقط از اکسپلویتیشن تنها استفاده میشه، اون الگوریتم یک شرط اساسی داره. اگر نقطه شروع الگوریتم مناسب باشه، برای ما مفید خواهد. در غیر این صورت الگوریتم توی جوابهای محلی گیر میکنه و هیچ وقت به جواب سراسری نمیرسه. پس میبینیم که هم اکسپلوریشن تنها در یک الگوریتم کارایی نداره. اکسپلوریشن تنها مثل الگوریتم های هریسانه میمونه، مثل گرادیان دیسنت، روش هایی که مبتنی بر گرادیان هستن، یا نیوتون رافسون و اینا. و الگوریتمی هم که فقط از اکتشاف، از مفهوم اکتشاف به تنهایی، یعنی فقط دنبال کشف های جدید باشه، اون الگوریتم هم تبدیل میشه به یک الگوریتم جستجوی تصادفی که ممکنه هیچ وقت به جواب نرسه. پس هر کدوم از اینا به تنهایی کارهای لازم رو برای اینکه تبدیل بشن به یک الگوریتم فرا ابتکاری ندارن. پس الگوریتمی مناسب هست، الگوریتمی که توانمند هست که ترکیب درستی از اینها رو در الگوریتم خودش جای بده. در این شکل مثلا الگوریتم ژنتیک رو داریم، که الگوریتم ژنتیک دو تا اپراتور معروف داره، اپراتور کراس اوور یا ترکیب و اپراتور میوتیشن یا جهش. این الگوریتم، این دوتا مفهوم توشون خیلی بولد هست، خیلی واضحه. کراس اوور که دنبال استخراج کردنه، دوتا والد رو میگیره و از اون دوتا والد دوتا فرزند جدید، یعنی هول و هوش والدین فرزندان رو برای ما ایجاد میکنه. پس به معنی چیه استخراج کردن؟ یعنی همون نقش اکسپلویتیشن رو داره بازی میکنه. و میوتیشن که حرکت‌های ناگهانی و تصادفی داره، نقش اکتشاف و دنبال کشف‌های جدیده. حرکت‌هایی که میوتیشن انجام میده کاملا تصادفیه، مثلا میاد چندین ژن رو به صورت تصادفی عوض می‌کنه، یا چند ژن رو به صورت تصادفی عوض می‌کنه. خب این باعث میشه که دنبال کشف‌های جدید باشیم دیگه، و برای ما یک سری سولوشن‌های جدید ارائه میده. پس این داره نقش چی رو بازی می‌کنه؟ میوتیشن نقش اکتشاف یا اکسپلوریشن رو بازی می‌کنه در الگوریتم ژنتیک. حالا این الگوریتم ژنتیک مثلا تو این شکل میگه که بیشتر بهاش به اکسپلوریشنه، چون حالا فرآیندهای تصادفی تقریبا توش خیلی بولدن و مطرحن. به خاطر همین مثلا در این شکل سمت بیشتر اکسپلوریشن داره بها داده میشه. این حالت کلیه. ولی اگه ما بخوایم به صورت ریز به الگوریتم ژنتیک نگاه کنیم، بیایم مثلا نرخ کراس اوور رو بیاریم خیلی پایین، نزدیک صفر، و به میوتیشن اهمیت بیشتری بدیم و درصد میوتیشن مثلا بره نزدیک 1% استفاده بشه، باز این الگوریتم میشه چی؟ رندوم سرچ. از اون طرف هم اگه میوتیشن رو بیاریم پایین تر، یعنی میوتیشن رو در حد صفر بذاریم و کراس اوور رو بهش بیشتر بها بدیم، این الگوریتم یک مقدار تو این شکل جابجا میشه، مثلا میاد به این سمت اگر بیشتر بهامون به کراس اوور باشه. ولی این حالت کلیشه. و الگوریتم های دیگه ای داریم، مثل PSO، مثل FA، الگوریتم کرم شبتاب، الگوریتم خفاش، الگوریتم سیمولیتد آنیلینگ و اندکلونی و بیکلونی و غیره. پس هدف اینه که ما به درستی، به بهترین شکل ممکن،
بیایم اکسپلوریشن و اکسپلویتیشن رو کنار هم ترکیب کنیم تا برسیم به یک پرفورمنس بالا. حالا برای مثال من این فضای جستجو و این مفاهیم رو در قالب چندین شکل اینجا ارائه میدم. فرض کنید حالا یکی از تابع بنچمارک معروف تابع اسپیر که سامیشن تواندوی مثلا n تا بوده، حالا دیمون هر چند باشه سامیشن تواندوی همه این دایمنشن ها. فرض میکنیم که تو دو بود داریم مسئله رو بررسی میکنیم برای اینکه شکل رو بتونیم نمایش بدیم. x1 به توان 2 به اضافه x2 به توان 2، این شکل حالت سه بودیشه که این x1 x2 و اینم تابع f در واقع مقدار f که به این شکل میبینیم مقدار می